we would love to invite young people. ما دوست داریم که جوان‌ها رو به برنامه‌های خودمون دعوت کنیم. مخصوصاً دانش آموزایی رو که بین دیپلم گرفتن و دانشگاه رفتنشون یک سال رو برای گسترش تجربیاتشون و در عین حال خدمت کردن در یک جای دنیا اختصاص میدن. Widen their life experience. And at the same time do some service. ما یه طرح توانمندسازی برای نوجوان‌ها داریم که الان در سطح جهان انجام میشه. شبیه به جایزه بین‌المللی دوک ادینبرو که برای توسعه فردی جوان‌ها، تعهدشون به خدمت به جامعه و مهارت‌هاشون طراحی شده. طرح توانمندسازی نوجوانان هم یه برنامه بین‌المللیه و ما دنبال کسایی هستیم که تو کشور خودشون تجربه اجرای این برنامه رو دارن. میخوایم تشویقشون کنیم که تو برنامه ما شرکت کنن و یه سال خدمتشون رو اینجا بگذرونن. We try and you know encourage them to apply to us and to come here for a year of service. Education is not just restricted to books. It goes far beyond. And what makes a wholesome personality is آموزش فقط محدود به کتاب‌های درسی نمیشه و بسیار فراتر میره. اون چیزی که شخصیت سالم رو میسازه فعالیت‌هایی هست که در کنار درس انجام میشه. با توجه به این اصل ما طرح تواندهی نوجوانان رو در این مدرسه هم برپا کردیم. از همون اول این واقعیت که بچه‌ها با این پروژه بیشتر احساس توانمندی می‌کنن و آمادن که وقت خودشون رو به خدمت به دیگران اختصاص بدن بهشون کمک می‌کنه که در زندگی بیشتر همدل بشن و با دیگران همراه بشن و به نیازهای دیگران حساس بشن. این به نظر من مهمترین دستاورد این طرحه. جالبه که تا حالا هیچ بچه‌ای رو ندیدم که با شرکت تو این طرح افت تحصیلی پیدا کنه. برعکس، به طرز مشهودی بهتر شدن. دیدم که اعتماد به نفسشون بیشتر شده و مسئولیت تمام پروژه ها رو به دوش میکشن و طرح رو پیش میبرن. دیدن این چیزا به ما حس خیلی خوبی میده و مطمئنمون میکنه که بچه‌ها تو مسیر درستی قرار دارن. And these things give us a very good feeling. That yes, these children are in the right direction. They're going in the right direction. این طرح بسیار مفیده و به تواندهی بچه‌ها کمک می‌کنه و حس هدایت رو در اونها پرورش می‌ده. ما بچه‌ها رو با فعالیت‌های زیادی مشغول می‌کنیم. مثلا آموزش به کودکان کلاس‌های پایین‌تر، پیش دبستانی و حتی کلاس اول. و وقتی دور هم جمع میشن و در مورد ارزش‌های مختلف گفتگو می‌کنن و بعد به کلاس میرن، می‌بینیم که این بچه‌ها با شرکت تو طرح تواندهی نوجوانان چقدر رشد کرده. Someone who has been a part of the youth once and now is guiding the youth. Like when they were younger, they were first taught the JYP. They were the one on whom JYP was working on, and now they're the part of the faculty. And now they're
teaching the ones, younger ones. طرح تواندهی نوجوانان طرحی که برای گروه سنی 12 تا 15 سال اجرا میشه و از اونجایی که مطالبی که توش هست رو تقویت قوای بیان، مفاهیم ریاضی و رو بحث علوم و ساینس کار میکنه، یه سری کتابای طراحی شده که به بچه‌ها کمک میکنه تا توانایی‌ها قابلیت‌هاشون رو ببرن بالا. حالا چه از نظر صحبت کردن هست، چه از نظر قوای تحلیل و تفکری هست، و این طرح رو ما تو مدرسه‌مون خوشبختانه داریم و بچه‌ها بین کلاس 6 و 7 و 8 با انیمیتوراشون که از بچه‌های بزرگتر هستن و اومدن برای ترینینگ حدود 50 ساعت اومدن ترین شدن و آماده شدن باهاشون اجرا می‌کنیم. اتفاق خوبی که هست این که این طرح تواندهی نوجوانان مخصوص همه جای دنیا است. یعنی طوری این کتاب‌ها در واقع طراحی شده که هر از هر جای دنیا، از هر قسمتی، با هر سطح در واقع یعنی فقیر، ثروتمند، نمیدونم تو روستا، تو شهر، هر جای دنیا میتونن وارد طرح تواندهی نوجوانان شن و به پیشرفت جامعهشون، جامعه کوچیک، جامعه بزرگ کمک کنن. حالا مدرسه ما این افتخار رو داشته که این طرح رو تونسته یعنی بتونه بر بچه‌ها پیاده کنه که خب به نظر من خیلی یادگیری هم داره و یه ذره خب متفاوت میشه به اون چیزی که تو سطح جامعه‌های محلیه به خاطر خب محدودیت‌هایی که تو مدرسه هست. مثلا تو جامعه‌های دیگه شاید انیمیتور با نوجوانش بشینن با هم یه کیکی درست کنن، تولد بگیرن، برن فیلم ببینن. شاید این کارا رو نشه تو مدرسه کرد به خاطر محدودیت‌هایی که داریم. ولی چیزی که هست این که تو همه جای دنیا این طرح داره پیاده میشه و تأثیرشو بچه‌ها رو خودشون میبینن. چه بسا اینا اگه سفر کنن به آفریقا وقتی درباره روز و ماسوندا حرف بزنن، از کتاب نسائم تاییدی که خوندن اون نوجوان میدونه، چون اونم تو کتاب تو اونم تو گروه نوجوانان شرکت کرد. و این وحدت فکر رو ایجاد میکنه. یعنی وقتی صحبت از این کردیم که تغییرات کوچیک، حتی اگه کوچیک تو بچه‌ها به وجود بیاد، اگه این تغییرات کوچیک داره همه جای دنیا به وجود میاد، ما یه عالمه نوجوان داریم که گفتیم داره دوران سخت زندگیشو میگذرونه ولی آخرین استیج تغییرات بزرگشو داره میگذرونه و همه اینا دارن یه مفاهیم خوب یاد میگیرن. مثل همون قطرات یک دریا، یعنی یه قطره دریا از آفریقا، یه قطره دریا از هند، یه قطره از آمریکا، اینا همه با همون اقیانوس رو به وجود میارن، در حالی که این وحدت با اون مفاهیمی که دارن مشترک هست، یعنی مفاهیم مشترکی که دارن یاد میگیرن از اون حاصل میشه، اصل کار از اون حاصل میشه. It helped me understand people better. Like, just like she mentioned, like earlier we were in that position, we were teenagers and we were getting, they were teaching us and we were like, oh, this is this. But now that we are in the like from others' perspective, we are seeing it from like the other perspective, like how teenagers are, and we're like, oh, we were also like this. So there's this connection that we make with the youth, and it's just a beautiful, beautiful connection and understanding that we have amongst each other. انیمیتورا از بین جوانایی هستن که از کلاس 9 یعنی 15 سال به بالا هستن و به صورت داوطلبانه دوست دارن که گروه های نوجوانان رو بگردونن و خب قبل از اون باید بیان و یه دوره آموزش ببینن که بدونن قراره چه مطالبی رو با نوجوانا کار کنن. خب ما با اینا یه حدود 10 روز نزدیک 50 ساعت یه دوره آموزشی داریم. متریالی هست که اون مواد آموزشی رو میخونن، خودشون رو آماده میکنن تا بدونن چطور میتونن چه صفاتی رو بعد در خودشون تقویت ببخشن تا بتونن با بچهای کلاس 6 7 و 8 این خدمت رو انجام بدن.
چیزی که خیلی مهمه جامعه بزرگتر، جامعه بیرون، نوجوان رو به عنوان یک کودک نگاه میکنه، گاهی وقتا به عنوان کودک نگاه میکنه و گاهی وقتا انتظارات زیادتری از یک کودک ازش داره. یعنی که خب این زمانی که دارن انتقال پیدا میکنن از دوره کودکی به جوانی، یعنی نه کودکن نه جوانن. پس اگه پدر و مادر، معلم و افرادی که اطرافمون هستن هنوز به ما چشمه بچه نگاه میکنن ولی بعضی وقتا هم از ما انتظارات بزرگتر دارن، اینجا نوجوان دچار یه بحرانی میشه. در این حال تغییراتی که یه نوجوان بین اون 3 سال داره خیلی زیاده، یعنی یه دفعه از نظر جسمی تغییر میکنه، از نظر فکری قواش خیلی زیادتر میشه، قدرت تحلیل پیدا میکنه، یعنی که دیگه مثل اون کودکی نیست که مثلا بعد بهش بگی چی کار باید انجام بدی. بنابراین این تغییر زیاد برای خودش هم یه دفعه یه شوک بزرگه و ما اینطوری فکر میکنیم که یک فردی که این مراحل همزمان قبلا طی کرده، حالا انیمیتور همون فرد است که اینا رو گذرونده، یه دوره‌ای دیده و الان میتونه با این بچه‌ها به عنوان یه دوست خیلی خوب در کنارشون کمکشون کنه تا اینا این دوره، حالا نمیگیم سخت، یه دوره خاص رو قدم به قدم بهتر بگذرونن. من یه مثالی میخوام بزنم در مورد این دوره. وقتی که بچه ها هنوز به سن 12 سالگی نرسیدن، میتونیم مثلا بگیم مثل یه بذرن، یعنی هنوز کودکن و مثل یه بذرن، پر از قوا و پر از استعدادن و این بذر قرار درخت بشه و ثمر بیاره. برای اینکه به اون مرحله برسه یه 10-15 سالی ما وقت احتیاج داریم، یعنی که 10-15 سال صبر میکنیم تا طفل ما به یه مرحله برسه که حالا به ثمر برسه. ولی وقتی که نوجوانن فقط 2-3 سال وقت داریم تا منتظر بشیم تا این قوا به ثمر برسه. حالا این نوجوان اگر توی شرایطی بزرگ شده باشه که اون آب کافی، نور کافی، مثال بذر البته، بهش کافی نرسیده باشه، هنوز ما 2-3 سال وقت داریم. یعنی حساس بودن این دوره نوجوانا رو این قسمتشه که ما هنوز اگه یه سری کارا رو انجام ندادیم برای پرورش قوای فکری، عقلانی، اخلاقی، هنوز 2-3 سال هست که بشه به اینا کمک کرد تا بتونن قواشون رو به ثمر برسونن. واسه همین دوره خیلی خاصه، یعنی حالا چه تو مدرسه و چه تو فضاهای دیگه اهمیت این دوران قد زیاده که انیمیتور قدم به قدم با اینا به طور مستمر، یعنی نه اینکه یه جلسه بره بعد خدافظ، هر هفته یه مطالبی رو باهاشون میخونه که قوای اخلاقیشون رو پرورش میده، در این حال یه سری فعالیت‌های دیگه کنارش انجام میدن که این فعالیتی که انجام میدن اینو به حالت عملی تبدیل میکنه، مثلا اینکه خدمت میکنن، پروژه‌های خدمتی با هم طراحی میکنن. پروژه‌های خدمتی اینطوریه که خب انیمیتور همینطور که این مفاهیم رو با هم میخونن یه تایم، یه زمانی از کلاس با هم درباره این صحبت میکنن که حالا ما اگه بخوایم همه این چیزایی که میخونیم رو برای ساختن یه آینده بهتر مثلا بخوایم به منصه ظهور برسونیم باید چی کار کنیم. میشینن چالشایی که در اطرافشون هست، مثلا شاید مثلا تو هند ما چالش پاکسازی رو داریم، مثلا تو مدرسه اکثر پروژه ها تا مثلا صحبت از این میشه که چه پروژه خدمتی داشته باشیم صحبت از این میکنن بریم مثلا فلانجا رو تمیز کنیم، یا مثلا صحبت از این میکنن بریم به افراد فقیر مثلا پروژه خدمتی خیریه انجام بدیم. همش این چالش، البته شاید یه جای دیگه دنیا این چالش نباشه، پس با هم دیگه برنامه‌شو می‌ریزن. خود نوجوانه مثلا کلاس 6 با انیمیتور هم هدایت می‌کنه گروه و برنامه می‌ریزن که خب به چه چیزایی احتیاج دارن، کجا باید برن و در نهایت اینا یاد می‌گیرن در کنار یه فردی که یه ذره ازشون بزرگتر هست اقداماتی رو بکنن که شاید اگر تو این گروه ها نباشه هیچ وقت همچین شانسی رو نداشته باشه. این افتخاری که مثلا انیمیتور کنار نوجوان قدم به قدم کمک میکنه مفاهیم رو یاد بگیرن و بعد انجامش بدن باعث میشه که این قوا به منصه ظهور برسه.
همیشه هر طرحی اولش شروعش خب یه خورده با چالش هست. من رو تعداد بچه‌ها که می‌بینم اضافه شده میتونم بگم که حتما چیز خوبی بوده که چون تر داوطلبیه، یعنی که بچه‌ها خودشون باید داوطلب بشن، کسی بهشون اصرار نمی‌کنه که شما بیا مثلا انیمیتور شو. چیزی که ما تو مدرسه خودمون می‌بینیم به نسبت مثلا 9 سال پیش 10 برابر تعداد داوطلبمون بیشتر شده. یعنی قبلا اگه 10 تا 12 تا انیمیتور داشتیم، الان از هر دوره‌ای 75 65 تا انیمیتور داریم و این نشون میده که یعنی خوشحال کننده است برامون، چون بچه‌ها خیلی های دیگه هم هستن که میان و میگن ما دوست داریم انیمیتور بشیم ولی متاسفانه باید برای دوره ترنینگ 50 ساعته حضور داشته باشن. پس این حجمی از بچه‌های کلاس 9 و 10 و 11 که میان پیشمون و میگن می‌خوایم انیمیتور بشیم، یه احساس خوبی میده که پس یعنی تر داره درست کار میکنه و اونا خوشحالن از اینکه خدمت کنن به جامعهشون. یه چیز دیگه هم که فکر میکنم خیلی یعنی جای خوشحالی داره، تغییرات زیادی رو انیمیتورها میبینیم. یعنی اینکه یه جوری شده که بیشتر بچه هایی که انیمیتور هستن تو درسشون هم موفق ترن به نسبت، و اینکه انتخاب میشن برای اینکه مثلا یه مسئولیت بزرگتری رو از کلاس و مدرسه به عهده بگیرن. گرچه این اصلا اینطوری نبوده از اولش، یعنی اینطوری نبوده چون انیمیتور هستن انتخاب بشن، ولی همینطوری پیش اومده. یعنی تو این چندین سال ما میبینیم کسایی که انیمیتورن بالاخره رفتارشون و نمره هایی که حالا از درس مختلف میگیرن گویا که بهتره و این جای خوشحالی داره.